الناقض الأول من النواقض التي يجب الحذر منها الشرك بالله. نخستین مورد از نواقض اسلام که باید نسبت به اون برحذر بود شرک به الله متعال هست. لابد ان نحذر من الشرك. حتما باید از شرک برحذر باشیم. و نحذر منه. و همچنین از شرک برحذر بداریم. حذر منه النبی صلی الله علیه و سلم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم نسبت به شرک زنهار دادند و ازش برحذر داشتند. فالشرك الاكبر يخرج من المله، ناقض مخرج من المله بالكليه. شرک اکبر به طور کلی فرد رو از دایره اسلام خارج میکنه. لكن الشرك الاصغر غير مخرج من المله. اما شرک اصغر فرد رو از دایره اسلام خارج نمیکنه. لكن على اي اعتبار لابد الحذر من الشرك سواء كان اكبر او اصغر. اما باید توجه داشت که حتما از انواع شرک، چه شرک اکبر باشه و چه شرک اصغر باشه، برحذر باشیم. اذا وقع في الشرك وتاب منه تاب الله سبحانه وتعالى عليه. اگر کسی در شرک بیفته و به شرک مبتلا بشه و توبه بکنه، الله متعال توبه پذیر هست و توبه او رو میپذیره. امثل على الشرك الاكبر. در رابطه با شرک اکبر مثال هایی رو ذکر میکنیم. اي عباده تصرف لغير الله فهذا هو الشرك الاكبر. هر عبادتی که برای غیر الله انجام بشه این شرک اکبر شمرده میشه. سجد لغیر الله، سجده کردن برای غیر الله. طاف حول القبور، طواف کردن پیرامون قبرها. ذبح للجن، ذبح و قربانی کردن برای جنها. يحب الجن يحب الاولياء كمحبه الله، دوست داشتن جنها و یا اولیاء الله مانند محبت و دوست داشتن الله متعال. يخاف من الجن كمخافته من الله، ترس از جن به مانند ترس از الله متعال. نعم، اذا لابد ان نتعلم الشرك حتى لا نقع فيه، لان الوقوع في الشرك نسال الله السلامه مخرج من المله، هذا الشرك الاكبر. از این رو اهمیت داره و بسیار ضروری است که شرک رو یاد بگیریم، بشناسیم تا در شرک مبتلا نشیم، چرا که شرک باعث خروج انسان از دایره اسلام و گرفتار شدن به عذاب الهی است. كذلك لابد نتعلم الشرك الاصغر، لان الاصغر يؤدي نصرعه السلام الى الشرك الاكبر والله اعلم. همچنین باید شرک اصغر رو هم بدانیم، یاد بگیریم تا در شرک اصغر قرار نگیریم و مبتلا نشیم، که چه بسا ابتلای به شرک اصغر نتیجهش قرار گرفتن در شرک اکبر خواهد بود.